هیئت‌های سیاسی و فنی ایران و آمریکا امروز دو دور پشت میز مذاکرات هسته‌ای نشستند. وزیر امور خارجه کشورمان در پایان گفتگوهای صبح در لوزان سوئیس مذاکرات را به شدت پیچیده و فشرده خواند و گفت در مراحل پایانی مذاکرات هستیم اما هنوز توافقی حاصل نشده. جان کری هم در تنفس چند ساعته گفت ما در حال پیش بردن موضوعات سختی هستیم. آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه به خبرسازی برخی رسانه‌ها درباره مفاد توافق هسته‌ای واکنش نشان داد و اعداد و ارقام اعلام شده را صرفاً گمان زنی دانست. در حالی که از بعد از ظهر دیروز به خاطر پافشاری مذاکره کنندگان ایران و آمریکا بر مواضع خود پیشرفت در گفتگوها افت کرده بود، اما ظهر امروز پس از پایان ششمین دور نشست هسته‌ای ظریف با جان کری هر دو تایید کردند که در مذاکرات امروز پیشرفت حاصل شده است، البته بدون اشاره به جزئیات پیشرفت. حتی وزیر خارجه کشورمان گفته که مذاکرات به پایان خود نزدیک شده. با این شرایط بعد از ظهر امروز یک رسانه آمریکایی مدعی شد که پیشنویس توافق هسته ایران و 5+1 حاکی از آن است که تعداد سانتریفیوژ های ایران برای یک دهه یا بیشتر در حد 6000 سانتریفیوژ باقی خواهد ماند. هیچ چیزی هنوز مورد توافق واقع نشده، با عنایت به این که حتی چیزهایی هم که مورد توافق واقع شده توافق نهایی نیست. ما این عصر رو از روز اول گفتیم هیچ چیزی توافق نشده تا وقتی که همه موارد توافق بشه، به خصوص حالا اعداد ارقامی که گفته میشه، اینها همه گمانه‌زنی هایی هست که صورت میگیره. فکر میکنم به هیچ کدوم نباید اهمیت داده بشه تا وقتی که ما به یک مجموعی از توافقات برسیم. احتیاط در برابر شنودها در داخل هتل بوریوژ تیم هسته‌ای ما رو مجاب میکنه تا در فضای باز به مشورت های داخلی و جمع‌بندی ها در بحث مذاکرات پرونده هسته‌ای بپردازند. مذاکرات با حساسیت و پیچیدگی خاص در حال پیگیریه و تیم مذاکره کننده کشورمان با سرسختی و پافشاری خواهان لغو فوری همه تحریم ها پس از توافق نهایی، اما ظاهرا طرف آمریکایی اصرار داره که نباید هیچ زمانی برای لغو تحریم ها تعیین بشه و لغو تدریجی آن مشروط به راستازمایی ایرانه و این یکی از فاصله های اصلی و اساسی دو طرفه. قاعده ای که کار ما داره هیچ چیزی توافق نمیشه تا وقتی که در مورد همه موضوعات توافق صورت بگیره با همه جزئیاتش. بنابراین بحث ما در مورد تحریم ها ادامه خواهد داشت. امیدوار هستیم در این دور از مذاکرات بتونیم یه مقدار اختلاف نظرهایی که وجود داره در این رابطه رو کمتر بکنیم. ساعت به وقت لوزان 17:30، دور هفتم مذاکرات ظریف و جان کری با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان حسین فریدون و وزیر انرژی آمریکا آغاز شد. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی هم جداگانه با وندی شرمن دیدار کردند. در حالی که مدیران سیاسی 5+1 در لوزان حضور دارند، اما هنوز خبری از برگزاری جلسه 5+1 با ایران منتشر نشده. با این حال گفته میشه ممکن روزهای شنبه و یک شنبه به مذاکرات این دوره افزوده بشه و حتی دوباره احتمال حضور وزرای خارجه در روز پایانی مذاکرات مطرح شده. علی علوی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، لوزان.